به شم هشم نعسه نسلی فراد سیبالان و مشه مناشاق هیلت یعقوب. خب خوابیدن با تفیلی هنگامی که بر سر و بازوی انسان ممنوعه، حتی ممنوعه که خواب اره یعنی موقتی بره، حتی یک چرت زدن معمولی هم با تفیلی هنگامی که بر سر و دست انسانه ممنوعه. حالا اگر یه شخص تفیلی در آورده و در دستش گرفته، خب یه جایی مثلا ممکنه گیر بیفته، مجبور شه تفیلی تو دستش بخواد بگیره و بخوابه، اگر اون تفیلی دور دستش میپیچه وقتی تو دستشه، یعنی بندشو دور دستش میبنده، مجازی که با تفیلی بخوابه، حتی خواب قوع بره، چون نمیترسیم که ممکنه خوابش بره از دستش بیفته چون بندشو دور دستش پیچیده. ولی اگر همینجوری خود تفیلینا با تیما دستش میگیره بدون اینکه بخواد بندشو دور دستش ببنده، ممنوع خواب بره حتی خواب عرق، چون ترس اینه که تفیلین از دستش رها بشه. ولی اگر تفیلین در کیسه خودش قرار میده و در دستش میگیره، در هر صورت مجازه، حتی اگر دور دستش نمیپیچه چون تو کیسه خودشه، خواب قوع بره و مشکلی نداره. هنگامی که انسان تفیلین بر دست و بازوشه، ممنوعه که تو قبرستان یا دومتری شخص مرده بره. دلیل این ممنوعیت به خاطر لعج لاراشه، یعنی مسخره کردن شخص بیچاره. حالا شخص بیچاره کیه؟ شخصیه که دستش از این دنیا کوتاه شده، دیگه نمیتونه میسوا انجام بده، همون شخص مرده است، شخص فوت شده. خب مسخره کردنش یه که انسان با وقتی که با یک میسوایی مثل تفیلین، در مورد سیسیت هم قبلا گفتیم که انسان نباید بندای سیسیتش هنگامی که دو متری شخص مرده یا قبرستون میره رها باشه و بیرون باشه، چون به این اینجوری میگه به این شخص که من میسوای تفیلین میتونم انجام بدم ولی تو میسوای تفیلین مثلا نمیتونی انجام بدی، و این حساب میشه لوی گلاراش. برای این ممنوعه که انسان هنگامی که تفیلین و سیسیت رو تفیلین بر دست و بازوشه وارد قبرستون حتی دو متری شخص مرده بشه. در هر صورت اگر اون قبرستون حصار برا خودش داره، دارای حصار دیوار داره، تا پشت اون حصار دیوارهای قبرستون میشه رفت، حتی اگر پشت اون دیواره تو دو متری قبرستونه مشکلی نداره چون یک مکان جداگونه کامله. ولی اگر حصار نداره، تا دو متری اولین قبر ممنوع که انسان با تفیلین وارد بشه، و این فرق نداره که حتی اگر اون حالا دور از سر اون قبر بچه باشه، چون که باوش که بچه میسوای تفیلین نداره، با این وجود ممنوعیت لوگلاراش براش وجود داره. در مورد خوردن و نوشیدن با تفیلین، افرادی که بعد از تفیلای شخریت مشغول به آموزش تورا میشن، مجازن که حالا نوشیدنی های قلوت مثل چای، آب، نسکافه را هنگامی که تفیلین بر دست و سرشونه بنوشن، و همچنین مجازه که از میوه‌جات استفاده کنن و از شیرینی‌جات یا نون اگر کسی بخواد بخوره، باید بر حذر باشه که بالای سودای قوع یعنی بالای حدود کبد سا تقریبا 50 گرم به بالا میشه، ممنوعه که انسان هنگامی که تفیلین بر دست و سرشه بخوره. در هر صورت بعد انسان بر حذر باشه. همچنین یائین و عرق هم ممنوعه که انسان بیاد و هنگامی که تفیلین بر دست و سرشه بنوشه. در هر صورت اگر مقدار کمی یائین به خاطر حالا گفتن براخا کسایی که سال دارن بعضی وقتا یه مقدار کمی یائین مثلا حالا یا مشروبات الکلی میدن به خاطر براخا که گفته بشه، مشکلی نداره. ولی اینکه کسی بخواد با تفیلین بشینه قشنگ یه حالت حالا معین یا این ورق بخوره، این هم ممنوعه. در اصل خیلی خوبه که اگر مشغول به آموزش تورا نیست، در حالت معمول هیچی با تفیلین نخوره که مبادا سیاق درد باعث فراموشی برای تفیلین بشه. حتی چای، آب در صورت امکان اگر براش میتونه اینا رو هم ننوشه. باوش که از اصل حلقه گفتیم نوشیدن آب، چای و قهوه با تفیلی مشکلی نداره، ولی بعد در حذر باشه شیرینی‌جات ها، علی خصوص از زمانهایی که تفیلین بندونه به این حالت نیاد که حالت قوع یعنی بالای کبد سا 50 گرم
بخورز و ترس اینه که به حالت سیاه‌دست فراموشی حواس پرتی از تفیلین بیاد. بخوام